صفحه هاشی نیوز متعلق به خودتونه، پس با لایک و سابسکرایب و کامنت این صفحه رو ارتقا بدید. معماهای اسرارآمیز جنگ جهانی دوم. در روزهای اوج جنگ هر اتفاقی میتوانست رخ دهد، اما کمتر کسی ماجراهایی مانند عبور یک بشقاب پرنده اسرارآمیز از آسمان لس آنجلس، ناپدید شدن یک هواپیمای نظامی غول‌پیکر و تبلیغات گسترده با پیام‌های هدفمند را پیش بینی می‌نمود. در طول جنگ جهانی دوم اتفاقات رمزآلود زیادی رخ دادند که برخی از آنها همچنان حل نشده باقی ماند. نبرد لس آنجلس. می توانیم شگفت‌انگیزترین اتفاق جنگ جهانی دوم را نبرد لس آنجلس بدانیم. این رویداد که با نام حمله هوایی لس آنجلس نیز شناخته می شود، بسیار حماسی به نظر می رسید. نکته جالب اینجاست که نیروی دریایی آمریکا آن را یک هشدار اشتباه دانست. این نبرد غروب 24 فوریه آغاز شد و به دلیل آنکه بندر پیرل به تازگی مورد حمله قرار گرفته بود، مردم گمان می کردند حمله هوایی دیگری در راه است. این نبرد با قطع کامل برق همراه بود و هزاران نفر برای حفاظت از مناطق استراتژیک به مکان‌های مختلف اعزام شدند. حمله هوایی در بامداد. ساعت 3 بامداد بود که گارد ساحلی آرتیلری حمله به یک هواپیمای ناشناخته را آغاز نمود. این حملات تا ساعت 7 صبح به طول انجامید و در طی آن بیش از 1400 گلوله شلیک شد. ساختمان‌های زیادی آسیب دیدند و 5 غیر نظامی نیز کشته شد. حملات قلبی، تصادف ماشین‌ها و دیگر اتفاقات باعث شد که وحشت گسترده همه جا را فرا گیرد. بعد از آن جستجوها آغاز شد و نیروهای نظامی نتوانستند هیچ گونه هواپیمای ژاپنی را در آنجا بیابند. خود سامورایی‌ها هم دست داشتند در این اتفاق را تکذیب نمودند. توطئه یک بشقاب پرنده در ادامه بمباران بندر پیرل. ارتش اعلام کرد که هشدار برای نبرد هوایی به اشتباه اعلام گشته، اما روزنامه‌های محلی نظر دیگری داشتند و پای یک بشقاب پرنده را به ماجرا باز نمودند. این اتفاق زمانی رخ داد که آگاهی مردم درباره بشقاب پرنده‌ها بیشتر شده بود. با این وجود آنها این ماجرا را سرپوش گذاشتند بر روی وجود اشیای آسمانی می‌دانستند. برخی از نظریه پردازان در این زمینه ماجرای پیش آمده را جز نخستین موارد دیده شدن بشقاب پرنده‌ها به شمار می‌آورند. هواپیمای ناپدید شونده جنگ جهانی دوم. تصور نمودن ناپدید شدن یک هواپیما در آسمان کار چندان آسانی نیست، اما بر اساس برخی داستان‌های شنیده شده از جنگ جهانی دوم چنین چیزی واقعاً وجود داشته. این هواپیماها که به هواپیماهای شبح مشهور بودند به طرز عجیبی ناپدید گشته و بعد دوباره ظاهر می‌شدند. داستان‌های بسیاری مانند دیده شدن آنها در آسمان جاده‌ای روستایی و ناپدید شدن دوباره هواپیماها شنیده شد. این گونه قصه‌ها با آب و تاب بسیاری تعریف می‌شدند. با انجام این کارها ایده‌های مرموز مانند سفر در زمان بر سر زبان ها می افتادند. هواپیماهای خالی و همراهان گم شده. نوع دیگری از خبرها پیرامون هواپیماهای شبح نیز در طول جنگ گزارش شد. شنیده‌ها حاکی از آن بودند که بعد از خارج شدن سربازها برای انجام مأموریتی خطرناک، تمامی آنها به غیر از یک نفر بازگشته است. سپس افراد برای پیدا نمودن آن جستجو را آغاز نمودند، اما ناگهان هواپیمایی بسیار آسیب دیده در ساحل ظاهر شده است. هنگامی که سربازان خود را از هواپیما بیرون می‌کشیدند، هیچ کس در هواپیما نبوده و مخزن سوخت هم کاملا خالی بوده.
ناپدید شدن پرواز شماره 19. یکی از اسرارآمیزترین اتفاقات بعد از پایان جنگ جهانی دوم ناپدید شدن پرواز شماره 19 بود که در تمرینات نظامی فلوریدا شرکت نموده بود. چند لحظه بعد از بلند شدن، خلبان هواپیما گزارش داد که سیستم رادیویی و قطب نما از کار افتاده و او نمی‌داند در کدام مکان قرار دارد. این هواپیما هیچگاه پیدا نشد و 14 سرنشین آن مرده فرض شدند. برخی نظریه پردازان اعتقاد داشتند که آنها به مثلث برمودا وارد شده و سرنوشتی مانند هواپیماهای شبح جنگ جهانی پیدا کرده. مرگ اسرارآمیز سوبهاش چاندرا بوس. هواپیماها تنها چیزهایی نبودند که آن روزها ناپدید می‌شدند. محافظت از افراد به خصوص مقامات بالارده کار سختی به نظر می‌رسید. به عنوان مثال، سوبهاش چاندرا بوز، رهبر ارتش ملی هند، به خیانت متهم شد. در طول جنگ، آقای بوز همواره خودش را از دست نهادهای مختلف پنهان می‌نمود و مانند یک جاسوس مرتباً جای خود را تغییر می‌داد. با این حال، مرگ وی بسیار اسرارآمیز بود. بر اساس شنیده‌ها، آقای بوز سال 1945 طی یک سانحه هوایی جان خود را از دست داد و بلافاصله بعد از این اتفاق جسدش به معبدی در توکیو انتقال یافت. برخی معتقد بودند که شخصی دیگر به جای آقای بوز درون قبر قرار گرفته و اتحاد ملی دموکراسی به این زودی‌ها راز مرگ وی را افشا نخواهد نمود. ظاهراً 40 سند محرمانه درباره آقای بوز وجود دارد که تا به حال از دید مردم پنهان نگه داشته شده. مقامات هند اعتقاد دارند که اگر اسناد محرمانه فاش شود، روابط این کشور با برخی از سرزمین‌های دیگر به خطر خواهد افتاد. تبلیغات عجیب بازی تاس مرگبار. درست چند هفته قبل از بمباران بندر پیرل، یک شرکت شیکاگویی پیشرو در زمینه بازی تبلیغات عجیبی پیرامون بازی تاس مرگبار در روزنامه منتشر نمود. متنی که برای تبلیغ انتخاب شده بود، اخطارهایی به چند زبان مختلف درباره حمله هوایی را در بر داشت. به علاوه لوگوی آن نیز از دو سر عقاب تشکیل شده بود که بعدها به نماد شناسایی دولت‌های آلمان و ژاپن تبدیل گشت. شماره تاس‌ها در این آگهی نیز روزهای مهم جنگ جهانی دوم را نشان می‌دادند. کره زمین یا همان ماکت گم شده ی هیتلر. بخش زیادی از اتفاقات عجیبی که در طول جنگ جهانی دوم رخ داده به انسان‌ها و هواپیماها ارتباط پیدا می‌کند، اما ماجراهایی مانند گم شدن کره زمین وجود دارند که احمقانه به نظر می‌رسد. این کره در فیلم دیکتاتور بزرگ چارلی چاپلین نیز به تصویر کشیده شد. سکانس بازی کردن چاپلین با کره زمین و به سخره گرفتن هیتلر جزء برترین سکانس های تاریخ سینما به شمار می رود. اندازه کره هیتلر مانند یک ماشین کوچک بود و بر روی یک پایه مخصوص قرار گرفته بود. بعد از جنگ این کره به طرز عجیبی ناپدید گشت و همچنان از آن خبری نیست.